خب حالا دایره را خیلی قشنگ درست میکنیم. خیلی نازک هم نباشه و خیلی دبل هم نباشه، چرا که اگر خیلی نازک شوه سوراخ میشه، اگر خیلی دبل باشه خمیرش بازم خوشایند نیست، متوسط باید باشه. باید شکل یک دایره واقعی را به خود بگیره. بازم اگر میخواستین که مثلا شکل دایره را نگرفت، میتونین از یک بشقاب استفاده کنین، بشقاب روی دایره ای که آماده کردین بگذارین و دور و برش ها با چاقو ببرین، شکل دایره قشنگ درست میشه. خوب حالا میخواییم سمبوسه را درست کنیم. یک چاقو لازم داریم. میخواییم دایره را از وسط دو نصف کنیم. دایره را از وسط دو نصف کردیم. نگاه کنین، دایره دو نصف شد. حالا میخواییم یک طرف دایره را به شکل سیگوش قاط کنیم. بعدا بغل دیگر دایره را روی این گوشه‌ای که قاط کردیم روش این طوری قاط میکنیم و یک کمی به هم میچسبانیم. باید کامل بچسبه. ببینین چسبیده و شکل یک قیف به خود گرفته. شکل یک قیف را به خود گرفت. بازم نیم دایره دومی را میخواییم گوشش را قاط کنیم. بازم گوشه دومی را روی گوشه اولی و بعدا به هم میچسبانیم. نیم دایره دومی هم مثل قیف شد. خب خمیر ما نگاه کنین شکل یک قیف رو به خود گرفته. از این مایه که قبلا درست کردیم، البته مایه کچالو و مواد ادویه هایی که داخلش ریختیم، یک قاشق داخل قیف میریزیم. بسیار خوب. حالا میخواییم درش رو ببندیم، روی تخته بگذاریم و آهسته آهسته دهن خمیر رو بسته میکنیم. این شکل رو به خود میگیره. نگاه کنین خیلی شکل قشنگ است. موقعی که میپزه خیلی خوشگل میشه، خیلی قشنگ میشه. دوبیرم همچنان. بازم یک قاشق مایه میریزیم، دهنشو آهسته آهسته به هم میچسبانیم، چرا که اگر باز باشد یا کدام سوراخ باشد داخل روغن، موقعی که سرخ میکنیم روغن داخل سمبوسه میره و نمیگذاره باد کنه یا پف کنه. مثل همین دو سمبوسه که درست کردیم، حالا که یک دایره ما دو سمبوسه میشه، بازم زواله های بعدی را میخواییم انوار کنیم و به شکلی که سمبوسه ها را درست کردیم میخواییم درست کنیم. خب بینندگان عزیز، حالا نگاه کنین سمبوسه ها را درست کردیم، قشنگ تو ظرف گذاشتیم، میخواییم سرخ کنیم. دونه دونه میخواییم سرخ کنیم. روغنی که قبلا گذاشتیم داغ شده، داخل روغن سمبوسه ها را میگذاریم. بینندگان نهایت گرامی، سمبوسه ها را سرخ کردیم و یه ظرف را قبلا تزیین کردیم با کاهو، نوش پیاز، مرچ سبز. بعدن میتونین سمبوسه ها را با سس یا چتنی که قبلا درست کردیم، با دو عدد بادنجان رومی، دو عدد یا دو دانه مرچ سبز، با کم نمک و اگر دوست با گشنیز، اگر دوست داشتین میتونین سیرم داخلش بریزین و به هم بزنین. بعدن میتونین با سمبوسه ها نوش جان کنین. خب گیاخوران عزیز، بینندگان عزیز، این سمبوسه ها خیلی خوشمزه است. جای شما خالی. اگر اینجا می بودین می خوردین، خیلی خوشمزه است. بینندگان عزیز، لطفاً برای برنامه بعدی میان استاد و شاگردان
با سوپریم ماستر تلویزیون همراه باشید. با بای. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.